خبر تازه، انورالحق جبارخیل به قتل رسید. سلام دوستان عزیز، به یکی از ویدیوهای دیگر ما خوش آمدین. اگر تازه به چینل ما پیوستین، چینل ما را سابسکرایب نموده ویدیوهای ما را لایک و شیر نمایید. گزارش ها می رساند که دکتر انورالحق جبارخیل لحظات قبل از سوی افراد ناشناس در کابل ترور شد. سر بریده شده انورالحق جبارخیل را در اطراف پارک زازه شهر کابل یافتند. آقای جبارخیل در نخست به شکل فجی سر بریده شده است و سپس جسد بی جانش تیرباران شده است. آقای جبارخیل اصلی از ولایت لغمان می باشد. دکتر انورالحق جبارخیل که خود را فیلسوف و عالم می دانست، با داشتن تعداد خانم های زیاده در شبکات اجتماعی غوغا کرده بود. دکتر جبارخیل برویت ویدیوهایی که از او در این اواخر نشر می شد به بیماری روانی پیشرفته مبتلا بود و ادعای با سوژه قرار دادنش و به هدف جلب تماشاگر بیشتر برای کانال های یوتیوب و یا برنامه های تلویزیونی خود به طور ناخواسته او را معروض به خطری نمودن که متاسفانه موجب قتل شد. دکتر جبارخیل یکی از پیشکسوتانی بود که در دیار مهاجرت و نیز آغاز نظام جمهوریت زیادترین خدمت را برای نظام صحی افغانستان نموده بود و تعداد زیادی از کادرهای پر افتخار امروزی سکتور صحت کارمندان مؤسسه ابن سینا که دکتر انورالحق جبارخیل رئیس و بنیانگذار آن بود بودند. خداوند او را شامل دریای رحمت خیش گرداند. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز می خواهیم راجع به موضوع انکشاف بسیار خلاص صحبت بکنم. اول تعریف از انکشاف چی دارم؟ انکشاف عبارت تغییر مثبت از حالت ابتدایی به سوی بهتر ساختن روح، روان، جسم، اجتماعی یک انسان بوده که به طور تدریجی و دوامدار می باشه و رسیدن به هدف انسان که عبارت صحت است. این انکشاف بگیم، یعنی از حالت ابتدایی که ما مثلا اگه مثال بگیریم یک طفل است. طفل وقتی تولد میشه در یک حالت ابتدایی است. این حالی ای روز به روز باید تغییر بکنه، بعد سالها تغییر بکنه به طرف بهبود شدن و به طور مثبت که روح، روان، جسم، اجتماعش در یک حالت خوب بیاید و هدف همیست که چون هدف انسان صحتمندیست به این هدف برسه. ولی مشکل انسان های امروز چی است؟ ما انکشاف دهی میبینیم که چقدر تهره میسازیم، چقدر موتر مادر لو میسازیم. این هم از جمله نوعی از انکشاف است. ولی هر یک پدیده که خودت از حالت ابتدایی، یعنی از حالت مریضی به طرف صحتمندی نبره، او نمیتونی که ما انکشاف بگوییم. مثلا شما ببینیم که در جهان غرب و اروپا، روسیه، چین، ژاپن، امریکا بدون شک به تکنولوژی به انتها پیشرفت کردن، ولی مشکلی یک جزء از انکشاف است و به طور کلی در انکشاف مطلق ناکام هستند. چرا؟ تکنولوژی به خاطر صحت است، هر حرکت ما که میکنیم به خاطر صحت است. پس تنها آماری که ما را نشان میده که ما انکشاف کردیم، یعنی ما باید آمار صحت اندیکیتر را بگیریم. مثلا در یک مملکت وقتی ما میتونیم که پیشرفت بگوییم که در اون مملکت شرابخوری نباشه، سیگریت نباشه، نسوار نباشه، زنا نباشه، لواطت نباشه، قمار نباشه، سود نباشه و همجنسگرایی نباشه. اینا اگه شما ببینیم که در اروپا، در غرب تمام آن چیزایی که انسان از انکشاف دور میکنه به طرف مریضی میکشانه موجود است. مثلا تنها شراب خوردن در روسیه سالانه 5 لک انسان میکشه، از سبب نوشیدن
شراب 500,000 نفر کشته میشه. در ژاپن اضافه تر از 30,000 جوان خودکشی میکنه، یا اینا به زندگی خود هیچ وقت خوش نبودن. و اگر ما دقیق بریم، وقتی که کس سیگریت میزنه، شراب میخوره، سود میخوره، هیچ وقت در حالت انکشاف نمیره، ای به طرف مریضی میره. مشکل ما در عالم اسلام هم امنیست که ما قرآن صحیح نفهمیدیم، تفسیر صحیح نفهمیدیم. ما ایوازی که ما را قرآن و اسلام میبره به طرف انکشاف مثبت هر روز، ولی برعکس ما حتی بدتر از کسایی که کافر هستن غرب است، اضافه تر به طرف مریضی میریم، به خاطر که ما به نسوار سیگریت، شراب، رشوت، دزدی، قتل، بی‌اتفاقی، گروه بازی، شخص پرستی، یعنی آن چیزی که خدا گفته که نکنیم، که ما باید انکشاف بکنیم و به هدف برسیم، صحتمند شیم، اکثریت مردم مسلمان هم به این آغشته هستند. پس پیشرفت و انکشاف اندیکیترش یا ارزیابیش ایسته که کس انکشاف میکنه، مملکت انکشاف میکنه، جامعه انکشاف میکنه، فامیل انکشاف میکنه، که در او خدا پرستی باشه، الله پرستی باشه، شخص پرستی نباشه، در او پاکی باشه، دروغ نباشه، نسوار، سیگریت، چرس، هیروین، رشوتخوری و شرابخوری، لواطت، زنا. پس اونو فرد، اونو جامعه و اونو شخص و اونو مملکت واقعا که روز به روز انکشاف میکنه. امید است که یک کمی واضح‌تر امروز انکشاف و ترقی موضوعش به شما تشریح کرده باشم و از او استفاده عظیمی بکنیم. تشکر.